16 ینوار در تالار مهمانخانه حیات رجنسی شهر دوشنبه مراسم جایزه سپاری بهترین های فدراسیون گوشتنگری تاجیکستان در سال 2023 برگزار گردید. در مراسم جایزه سپاری فدراسیون گوشتنگری تاجیکستان رهبران فدراسیون فعال مملکت، سابقه داران، ورزشکاران، نمایندگان وسایل اخبار عامه داخل و خارج و مهمانان فخری اشتراک داشتند. چهارمین مذکور رئیس فدراسیون گوشتنگری تاجیکستان بیگ جان زاده لایق بیگ جان آغاز نموده از توجه و دستگیری های بواسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی عرض سپاس و منادوری کرد. قید گردید که محض با دستگیری پیشوای معظم ملت، گوشتین ملی نفوذ بین المللی را صاحب گشت. همزمان با ابتکار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی معرفی ورزش سنتی اوج تازه پیدا کرد. سپس بیگ جانزاده لایق از یک سال پرثمر فدراسیون گوشتین ملی تاجیکستان یادآور شده ابراز داشت که فدراسیون مذکور در سال 2023 چندین چورابینی های سطح بین المللی و جمهوریوی را راه اندازی نمود. همچنین از جانب مسئولین برگزاری چورابینی مذکور فیلم مستند دستاوردهای سال به نمایش گذاشته شد که نتیجه های پرثمر فدراسیون و اشتراک فعالان پهلوانان کشور را در سال گذشته در پی داشت. بعدن در یک فضای متنتن و ایدانه با بهترین های سال 2023 از روی 8 نامینیسیا جایزه ها تقدیم گردیدند. جایزه کارمند بهترین فدراسیون در سال 2023 به حلیم نبیزاده سپرده شد. نامینیسیا بهترین شعبه فدراسیون را شعبه داوران به دست آورد که خدمتی آنها در سال انجام یافته شایان و نمونه ارزیابی کرده شد. از روی نامینیسیا بهترین فدراسیون منطقه کارشناسان یک دلانه فدراسیون گوشتنگری خطلان را به این جایزه لایق دانستند. جهتی نکاسی سری وقتی خبر و گزارش ها و پخش های مستقیم از مکان برگزاری مسابقه های زیادی گوشتنگری با مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش جایزه بهترین وسایل اخبار عامه در سال 2023 تقدیم کرده شد. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در سال 2023 از جانب فدراسیون گوشتنگری تاجیکستان با جایزه بهترین سرپرست سال سرفراز گردانیده شد. این چنین کاری داوران نیز از مد نظر متخصصان ساحه دور نماند. بهادر حلیموف از خود مهارت کسبی نشان داده در روند سبقت های مشکل هنری بلندی داوری خود را نشان داده به جایزه بهترین داوری سال 2023 سرفراز گردانیده شد. متخصص سابقه دار و تربیتگر چندین پهلوانان نامور کشور سفرعلی براتوف به جایزه بهترین مربی سال 2023 لایق دانسته شد. ما همچون یک مربی منطقه شهر قرانتپا می توانم بگم که مقصد مسلم بیگ کریموف از دسته ما بود در چمپیونات جهان کره جای سوم را اشغال کرد. ما فکر میکنم ما باید خوشلو خود ابو گردیم هم خیلی نفر را جمع کنیم. نهایتا در نامینیسیا اساسی که داوطلب برای این جایزه 12 نفر را تشکیل میداد سپرده شد. پهلوان نامشنای مهن در رشته گوشتین ملی نوروز کریمزاد بهترین ورزشکار سال 2023 دانسته شد. در سال 2023 دو مسابقه بین المللی اوید با گوشتینگیری گذشت. اولینش جام محترم رئیس شهر دوشنبه بود که در آنجا سزاوار جای اول گشتم و باز در ماه ایون 27 ایون که اولین چمپیونات آسیا اوید با گوشتینگی گذشت در آن هم سزاوار جای اول گشتم و افتخار میکنم که امروز گوشتین ملی ما در سطح بین المللی است و من یکی از آن ورزشگران هستم که امروز گوشتین ملی خودمون رو در سطح بین المللی معرفی میکنم و امروز بهترین ورزشگر در سال 2023 انتخاب گشتم. به همه بهترین ها جایزه و انعام ها تقدیم گردید. همزمان به یک قطار دستاندرکاران فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان، فدراسیون منطقه، سرپرستان و افرادی که برای رشد این رشته ورزش سهمی با سزای خویش را گذاشتند، سپاسنامه های فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان در فضای تنتنوی تقدیم کرده شد. خیلی که به همگان معلوم گردید امروز در این تالار پرشکوه مراسم جایزه سپاری بهترین های فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان در سال 2023 برگزار گردید که در اینجا کارمند بهترین، ورزشگری بهترین، داوری بهترین، شعبه بهترین و سرپرست بهترین بهترین هایی که معلوم گردید از جانب فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان با اونها تحفه های مالی و خاطروی یعنی که تقدیم کرده شد که این باعث افتخار هر یک ورزشگر و داور و مربی باشد که در طول سال بهترین سال را صاحب گردیدند.